سلام علیکم. گلای زیبایی که میبینید، یه قولی اینجا هست، امروز تولدشه، همارم من آوردم ها. ببین یه دونم اینجاست، چند تا هم اینجاست، هواداراش آوردم، فکر کنم یه جشنی هم اینجا قرار بگیرم. برای این چقدر خوشگله، نمیدونم گل چیه، طبیعه، قشنگ. برم سراغش، باشکوه سبا هستیم، بریم سراغ یک قول بیشاخ و دوم و باشکوه سبا دیگه، پر سوپر استاره. سلام علیکم. گل برای کسی دیگه است ولی من میدم. آقا مبارک باشه، تولد مبارک. بله شما گرفتی؟ من گرفتم. آقا من دست شما. آقا من آقا تولدشه. خیلی مبارک باشه. از این جهت که سالان ابراقه. ان شاء الله شما هم تولد مبارک. خیلی آقا مبارک باشه. مبارک باشه. ممنونم. اینو بزنم من هم بوست کنم، ایشالله مبارک باشه. عزیزم سلامت باشه. یه سری گول دیگه هست، اونا رو کی داده؟ آقا من بوست کنم. خواهش کنم آقا مهران، دوستان زحمت کشیدن که به ورزشکارا خوب. آقا اون دنبل 72 بیاری؟ ماشاءالله ماشاءالله. با 60 سال سن مهران هنوز هم عمره است. 62 متولد 62 هم 62 قربونت برم. ولی با آقا سرم اینجاست ها آقازاده. من هفته با منی؟ آره من متولدم. نسل طلایی مردان آهنین هنوز هم آمادن. آه ببخش چه بر میخوره به مجردم. این همه فیگور گرفته بابا مستم. آقا اون دنبل 72 بیاریم بزنیم. من چاکرم تولده آقا ایشالا میزنم. هشتاد هم میزنم. قرون بزنم میرون عزیزم زنده باشی. قرونه خیلی خیلی متشکرم. آیدی شا چه خبر؟ سلامتی نیما جان. روزا چطوره؟ قرونت برم. همه چی هم ناما خوب؟ قرونت برم. کلن رفتی تو فکر بودم اجرا یه لحظه اومدی سورپرایز هم کردی. گلش ولی خیلی اسم گله چیه اگه تو رسید؟ اینو نمیدونم ولی یکی از دوستام زحمت کشیدن. من عرضم به خدمت شما که امروز شد 39 سال. به خدا نمیخوره. اصلا به قدوی کلش نه، درست این قوله شامی بوده. ولی اصلا بهش نمیخوره. جام خوب خوبه. یه ذره انداختمش میشه. خلاص. خبر اوضاع خوبی؟ اجراهای اسمش چی بود؟ تن ادامه داره؟ والا ما صد قسمت فاصله یکمون تموم شد، مردم خیلی مسابقه رو دوست داشتن، داریم تلاش میکنیم تا بتونیم فصل دوم و صد قسمت دوم این برنامه رو بسازیم برای تمام ورزشکارهایی که دوست دارن دیده بشن، دوست دارن بالاخره خودشون رو به چالش بکشن. بالاخره داریم تلاشمون رو میکنیم. آقا سوالم شخصیه ولی خب مطمئنا خیلی ازت پرسیدن، درآمدش خوبه اجرا؟ والا چون میدونم خیلی هم زمانتو میگیره. آره خب اجرا خیلی زمان بره ولی خب بد نیست، راضی خدا رو شکر. آره اجرا یکی دو تومن میدم. این عددی که گفتی نمیدم ولی خب بالاخره کمتره، اندازه زحمتی که میکشیم بالاخره دستمزدمونم بیشتره. میگیریم خوبه خدا رو شکر. راضی دیگه فیلم بازی نمی کنی؟ تصمیم ندارم دیگه فعلا نیما بازی کنم. پس چی کار بخواب بکنی؟ خب میدونی که کار اصلی ما کلی پوشاکه، ما سالها سالی پوشاک داریم و فعلا دارم هم تو رادیو کار میکنم هم تلویزیون کار میکنم. میخوام تو این حوزه فعلا فعالیت بکنم، فعلا نمیخوام توی بازی فعلا. تو اگه سایزت کوچیک‌تر بود الان بازیگر میشدی. به خدا قبول داری اینو؟ این علاقه که تو داری این همه سال، اگر سایزت کوچیک‌تر بود یه بازیگر میشدی. آره خب قطعا نقشه که من بازی کردم بله به اشه من حالا بعد بخوره دیگه. ولی قبول داری اگه هم سایز من بود یعنی شاید سوپر استار تلویزیون میشد. حالا من چیزی که از چیزی که هستم آقا موزیک زیاده یه ذره از چیزی که هستم راضی ام. بالاخره من در اصل اتفاقا داشتم با دیروز با یه برنامه مصاحبه میکردم رادیویی بود، گفتم من در اصل ورزشکارم تا خودمو مجری و گوینده و بازیگر بدونم. بالاخره اندازه زحمتی که کشیدم راضی ام. آیدین هیچ وقت نشده از این سایزی که داری ناراحت باشی؟ ببین نیما بگی کاش یه وجب کوتاه‌تر بود. آره این که یه چیزی بهت بگم، خب من 18 سالم بود رفتم قوی ترین مردان و خب اون موقع هم جزه یکی از جوان طلب درست ترین ورزشکارا بودم. بالاخره ذاتیه دیگه، ارسیه، هم قدرت هم بالاخره سایز و اصول اومدی بدن ارسیه.
من نه من راضی هم. حتی مثلا بعضی مون شده یه ذره که رژیم میگیرم لاغر میشم، مردم میگن آقا این مثلا چرا لاغر شدی ورزش نمی کنی؟ فقط دوستم آیدین خطایی یا تو این اشیال ببینم. من 135 کیلو. بیشتر این وزنی که تا داشتی چقدر بوده؟ 146 کیلو. پس خیلی الان چیز نیستی؟ سبکترین وزنی که داشتی تا الان؟ 118 19 کیلو. این خیلی لاغر بود. لاغر بود. بده توی من خود. خودم بده. اون بی ام و قدیمی تو هنوز داری؟ بی ام و سری 3 مو دارم. هنوز هست؟ هنوز هست. قیمتش هم الان؟ قیمت نکردم ولی اون ماشین اصلا نمی فروشن. داره. بی ام و آبی یه سری چیز اتاق 3 320 سفیده. 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 مسابقه اینا که دیگه هیچ؟ نه. چرا دوباره داری اینقدر تمرین میکنی پرفشار؟ یعنی یک ساعته داری؟ آره دوباره زور میزنی؟ نیما من ورزش کردن دوست دارم. من حتی مثلا مسافرت هم میرم امکان نداره ورزش نکنم. یعنی من یه آدم بیش فعالی هم که اگر ورزش نکنم نمیدونم انرژی رو چجوری تخلیه بکنم. و ورزش کردن رو دوست دارم. با ورزش کردن حالم خوبه. آیدین بزرگترین تفریح چیه؟ بزرگترین تفریح هم اینه که میرم رستوران غذای خوشمزه میخورم و دوستان میشینیم یه گپ میزنیم و بعد اینکه حالا تو که قبلا میشناختن از اون وقتی اجرا هم کردی دیگه هر جا میری میشناسنت دیگه اکثرا بله میشناسن از هم بخوای یه خلافی کنی یه کاری رو خواهی مکی بکنی نمیشه نه؟ نه نمیشه اصلا اینجور بخوایی قیلونی بکشی یه کاری بکنی نمیشه نه نمیشه حالا من ولی جاهای مخصوص داری حالا من که قیلون نمیکشم ولی نمیشه دیگه بالاخره بعد اینکه آیدی تو الان تو خیابون میری اذیتت میکنم تیکه خب اینا میندازن به تیکه نه ولی خب مردم لطف دارن میشستن سلام علیک میکنن عکس یادگاری میگیرن این شناخته از این اجرای بیشتر شد دیگه خب ببینید خب من مردم از قبل از قوی تری مردم میشناختم منو حالا سر تمتن که قطعا خیلی بیشتر شده بعد آقا یه انتقاد بکنم به بس اجراتون بله ترکیب شما دوتا یه ذره فکر کنم بهتون بارها گفتن با بهداد آره خب جفتتون جدی اینجوری گولاخ گنده یه ذره ترکیب جور در نمیاد ببین آره بالاخره انتخاب بهداد سلیمی عزیز به نظر من انتخاب بعدی نبود بالاخره ایشون قهرمان جهانن و افتخار ایرانن بالاخره این برای مخاطب خیلی ارزشمنده به نظر من و اینکه بالاخره هم سایز همین بالاخره به لحاظ همین هم سایزتون اشتباهه لول دوربین و حالا هر کی میبینه فکر مثلا آیدین آدم کوچولویه بابا بهداد و آیدین ماشاءالله قولن سلامات ولی چون کنار هم ما این تفاوت رو نمیتونیم احساس کنیم ماشاءالله قربونت برم سلامات شما چه خبر تعریف کن از احوال؟ ما طبق روال میچرخیم با این صحبت کن با اون صحبت کن بالا بالا پیجتون هم که رفته بالا و... آقا شما چرا تو تلویزیون هستی؟ برنامه تلویزیون نمیگی راجع به ورزش چیکار کنم؟ راجع به بدنسازی و قوی ترین مردم برنامه تلویزیون رو بندازید والا ما تمام تلاشمون اینه که برای شبکه نسیم بتونی برنامه های ورزشی پر مخاطب بسازیم تا با طرف بده که بذارم تو بله تقیی بله کننده بشیم بله تقیی کننده که الان به نظر من یه ذره زوده من فلان بسارم حالا نه نمیذارم نه مشکل بعد من یه ذره تجربیات هم تو این زمینه بیشتر بشه من کمکت بکنم بتونم بعدا وارد این عرصه بشم ولی داریم ایده و ته میدیم به شبکه این هستیم امیدوارم که بتونیم که حالا با کمک آقا محمود عزیز و برای بچه ها بتونیم برنامه ورزشی خوب برای مردم عزیز بسازیم قوی‌ترین مردها پیگیری می‌کنی؟ اخبارشو از طریق دوستان بله. قوی‌ترین مرد امسال کی بود؟ فکر می‌کنم رامین فرج نژاد شد. درسته؟ بله. تبریک میگم به رامین عزیز. با رامین تا حالا رقابت نکردی نه؟ خب من اون موقعی که مسابقه می‌دادم رامین خیلی کم سن و سال بود و نه با رامین افتخار نداشتم مسابقه بدم ولی براش آرزوی سلامتی می‌کنم بسیار جوان مستعد و دوست داشتنی و پرقدرتیه. خیر آقا موقعی که عصبانی میشی چیکار می‌کنی؟ من خیلی دیر عصبانی میشم نیما اما دیر عصبانی شدی چی کنم میکنی؟ آقا مهربانی عصبانی میشه چی کار میکنه؟ اصلا من عصبانیت توشونه نه حالا اگه عصبانی بشه اصلا به مهربانی معروفه شما خود عصبانی میشه چی کنم میکنی؟ من باش میکنم به حقیقم بعدای تو بشه به خود جدی میخوام اینم عصبانی میشه چی کار میکنی؟ تولدشه قربونت برم خوشحال میشه چیکار میکنی؟ آفرین والا عرضم به خدمت نیما جان که من اگر توی زندگیم اتفاقای خوب برام میفته و دوستای خوب دارم مدیون زحمات پدر مادرم هستم از دنیا رفتن هر دوشون روحشون سلامت باشید و اینکه مدیونشون هستم امیدوارم که روحشون هر جا که هست
شاد باشه و حال خوب برای همه مردم، حال خوب برای همه مردم عزیز ایران آرزو میکنم. میدونم که توی این روزها به لحاظ مالی و معیشت توی فشارن، خیلی سخته. من به عنوان یه آدمی که بالاخره توی این عرصه هم توی ورزش هم توی حوزه رسانه دارم فعالیت میکنم، میدونم که چقدر فشار روی مردمه. امیدوارم که دولت مردان عزیز یه ذره فکر مردم باشن تا یه ذره حال دلشون خوب باشه و بتونن از این فشار بیان بیرون. بعید میدونم چه اتفاقی بیفته. خدمت عرض کنم که شما متعل نشدی؟ خیر. شما متعل نشدی؟ در شروع فهم آرزو بر جوانان این نیست. چرا ازدواج میکنید؟ من والا خیلی این سوال ازم میپرسن وقتی فضای مجازی و بیرون. من حالا قسمت نشده دیگه. قسمت نشده. قسمت یعنی چی؟ بالاخره باید یکی باشه که بالاخره همسایز باشه؟ نه حالا همسایز یه ذره هم فکر باشه، هم نظر باشه. آقا خرج بچه‌ها قوی ترین مردان الان چقدره؟ همین الان خرج یک روز چقدر؟ خب ببین نیما، من با اینکه ورزش یعنی مسابقه نمیدم الان، در هر حال بدنم آماده نگه داشتم. بالاخره بدنم آماده است، من روزانه پولوش یه تومن خرج بدم. دمت گرم، خوب گفتی. با اینکه مسابقه نمیدم. من دیروز با یکی بچه صحبت میکردم، میگفت گوش کیلو 750 راسته فیله گوساله. فیله 180,000 تومان. بله 190 تومان. نه فیله مرغ. فیله مرغ. فیله مرغ میگفت 200 خورده ای، فیله گوساله میگفت 700 خورده ای. بله. یعنی شما روزی یک کیلو گوش که نمیخوری؟ روزی یک کیلو گوش نمیخورم. نمیتونی؟ پس بیشتری خرج چی الان؟ والا بالاخره خرج اتفاق میفته دیگه. تا سفر میری، لباس میخری، خرج خونه هست، معیشت هست، خرجای نتراشیده است که مثلا ما ماشینت میری مسافرت، ماشین خراب بشه، مجبوری دوباره ماشین تو بیاری تهران. بالاخره اون ماشین همیشه بیمه ماشین هست، نمیدونم بیمه بدنش هست. یه ماشین داره همیشه بوده جرثقیل از پشت بیاد. چهار لحظه ممکنه خراب شه. نه آقا، مخلصی. یه دونه ماشین داری؟ من اون 200 چم داری دیگه. 207. 207 تو داری. چه جوری جا میشه؟ بسوام دارم اگر. بسوام. زنده؟ نه قهوه‌ای. آقا من خیلی وقت آیدین ندیده بودم. خیلی خوشحالم دیدم. حرفم زیاده ولی وسط تمرینش مزاحم نمیشم. آقا هیئت تهران بکنم دورا دور بالاخره شنیدی دیگه، بحث انتخابات هیئت استان تهرانه و یک کاندیدای قوی ترین مردانی هم توش داریم. نظرت چیه کلا؟ من اینکه ببینم تو این همه سال بالاخره تهران بودی دیگه، از تو طور تقدیری شده، دعوتی شده بگم تو قهرمان بودی، تو بالاخره پیشکسوت بودی، یه تقدیری ازت انجام بدی؟ این سوال جواب بدم نیما، نه این اتفاق نیفتاده. خودت هم توقع نداشتی؟ بالا توقع که هست، ولی خب من به نظرم کسی که تو این عرصه رو فعالیت میکنه، حالا رئیس استان تهران، هیئت پرورشندان استان تهران، من به نظرم باید خودش آدم ورزشی باشه با سابقه ورزشی بالا تا بتونه که بالاخره این جایگاه رو بتونه بفهمه و لمسش کنه و بشناسه و بدونه که خاصه ورزشکارا چیه و بدونه که ورزشکارا با چه مشقت سختی دارن توی این ورزش فعالیت میکنن با این هزینه های سرسام‌آور و گرون و اینکه از خیلی از تفریحاتشون ورزشکارا میزنن تا بتونن بالاخره اون چیزی که توی دلشون و قهرمانی که دوست دارن رو به دست بیارن. خیلی شرایط سخته. امیدوارم هر کسی که کاندیدای ریاست استان تهران میشه بتونه که همدلی کنه با ورزشکارا، همیاری کنه، کمکشون بکنه تا بتونن جایگاه خوبی به دست بیارن. و به نظرت آقای سلطان میتونه این کمک رو بکنه؟ والا حمید خان سلطان که من ارادت دارم خدمتشون با مادرشون هم به تازگی به رحمت خدا رفتن، خدا رحمتشون کنه. حمید خان به نظر من یه اسطوره ورزشی بودن که حالا نسل قبل‌تر از ما بودن توی قوی ترین مردان، بسیار استاد با سواد و قدرتمند و فهمیده‌ای هستن و بسیار خوشکلام. من فکر می‌کنم با چیزی که از حمید سلطان آره من با توجه به اینکه فکر می‌کنم آقای حمید سلطان هم به لحاظ سابقه ورزشی هم به لحاظ تحصیلات آکادمیک بالاخره در جایگاه خوبی قرار داره و می‌تونه بالاخره این کشتی بزرگ رو به ساحل برسونه. من خیلی حالا امیدوارم که هر کسی که بالاخره صاحب این منصب میشه بتونه که به ورزشکارا تو این زمینه کمک بکنه، چه حالا حمید خان سلطان عزیز و چه بقیه که کاندیدای ریاست استان تهران است. اجازه میدی لختت کنیم؟ خیر.
ولی یه بازی میگیرم. اون یکی هم بده، این هم بده من یه جفت بازو بگیریم. این جفت بازو منو یاده قرونه کی میندازه؟ روح الله دوست، روح شاه. روح شاه چقدر این واقعا عکس موندگار شد. آره عکس موندگار شد. این آخری سوال از آقای خودگاه چکم هم؟ فرامرز عزیزم که آقا فرامرز من عبادت دارم خدمتشون. آقا فرامرز هم همچنان دوست داشتنی و جوونن. حالا اون عکسی که من گذاشتم با معاصم سپید و اینو ما رفت بودیم لوکیشن رو ببینیم که گل منو بده. اینقدر دوستش داریم. باش یه لوکیشن ببینیم برای ساخت مسابقه ورزشی. حالا ایشون چون دامادشون هم تازه به رحمت خدا رفتن و خدا رحمتش کنه معاصرش سفید بوده. داماد داره؟ بله ایشون داماد دارن. بله ماشاءالله. و اینکه حالا عکس به زعم ایشون حالا به ذره محسن افتاده بود ولی همچنان بعدش اصلاح کرد و درست. آره آخه فرماز نمیدونه یه ذره لاغر شده. آخه فرماز با ورزش هم نمیکنه. حالا آقا سن داره میره بالا. آره من خودم 40 سالمه. 39 تولده. بله 39 سالگیمه. و اینکه خب بالاخره برای آقا فرماز هم عرضه سلامتی میکنیم. ما سالها پیش ایشون ورزش کردیم، استاد ما هستن و براشون عرضه سلامتی میکنیم. در نهایت سوال آخر نداری؟ کاش میشد لختت کنه. تو که کلت لخته، بدنم لخت میکردی. خیلی آقا سوی جایی که پخش میشه؟ داریم تلاش میکنیم که فصل دومش رو با کمک شبکه نسیم ایشاله کارهای اولیش رو انجام میدیم و بریم برای تولید. نمیشه اون لالوها چند تا بچه قوی ترین مردم یه سری آیتم برای اونا طراحی کنیم افتخاری بزنن؟ میشه. این هم قشنگ میشه. آره بالاخره ایده هستی میتونیم بیش فکر کنیم. مثلا به تریلی بیاری وسط چون سالون هم خیلی بزرگه چند متر بکشن قشنگ میشه. آره چشم از ایده که شما میدید استفاده میکنیم. آره خیلی آیدی جون قربونت برم. نیما جان خیلی ممنونم از شما و مخاطبای عزیزتون در صفحه فیت شو. برای خودت چکرت برادر عزیز مخلصم آرزوی سلامتی میکنم. برای همه مردم عزیز ایران آرزوی دل خوش میکنم. امیدوارم که هر جایی هستید اتفاقای خیلی خوب براتون بیفته و به همه آرزوهای دلتون برسین. خیلی مخلصی. خیلی متشکرم. مرسی. قربونت.